از این ویدیو میخوایم قدم به قدم با همدیگه ونتیج رو یاد بگیریم و پیش بریم سلام بچه هم. امیدوارم حالتون خوب باشه من ارشیام از تایم رسوم بچه خیلی از من درخواست شده بود واقعا حقیقتا توی مدت یک ساله که آموزش ونتیج رو بذارم البته ونتیج رو به صورت جسته گریخته تو ویدیوهای قبلی من راجبش توضیح داده بودم و اون بخشایی که ازش استفاده کرده بودن رو قبلا توی ورکشاپ گفته بودم اما از این ویدیو میخوام دیگه واقعا از ابتدا ونتیج رو بهتون توضیح بدم اینکه بعد از 3D چجوری وارد ونتیج بشیم خود ونتیج رو بعد اگه مثلا نصبش کردیم به صورت یک نرم افزار بعد چجوری ازش استفاده بکنیم و همه جزئیات کاری رو در اون حد و لولی که خودم بلدم و ازش استفاده میکنم رو خدمتتون بگم سعی میکنم یا آموزشی کاملی باشه همه جزئیات توش گفته بشه اگه جای من نامفهوم توضیح دادم بچه‌ها یا بعد توضیح دادم حتما کامنت بذارید مجددا یا جواب کامنتاتون میدم یا توی ویدیوهای بعدی دوباره بهش بیشتر میپردازم خیلی هم توی چنل بچه آموزش ما رو نمیتونن پیدا بکنن من سعی کردم پلی لیستا رو خیلی مرتب بشینم اگه وارد بخش پلی لیستا بشین توی چنل ما من به صورت تفکیک شده همه آموزش ها رو از این بعد اونجا میچینم شما هر کنیم از آموزش ها رو که صلاح دید و دوست داشتید برید و به اون آموزش ها سر بزنید و نگاه بکنید تو این جلسه بچه ها میخوام قدم های ابتدایی و ونتیج رو خدمتون بگم یعنی بگم که چجوری میتونیم از پروژه 3 مکسمون که برای ویره آماده شده خروجی بگیریم اکسپورت بگیریم و وارد ونتیج بکنیم یه مقدار ممکنه اول آپشن که بهتون توضیح میدم براتون گم باشه اما اگه با هم دیگه به این بکنید و ادامه بدین هی براتون واضح در میشه منم تا جایی که بتونم سعی میکنم آهسته آهسته براتون توضیح بدم و اونطوری که خودم حالا فکر میکنم بهتره باز اگه نامفهوم بود حتما کامنت بذارید از اسپانسر این ویدیو یعنی شرکت طراحی و ساخته به بهفلم تشکر میکنم که با حمایتشون از ما کمک میکنن که بتونیم ما به ساخت محتوای تخصصی معماری ادامه بدیم بریم سراغ آموزش نرم بچه ها میخوایم با همدیگه یادگیری ونتیج و مراحل ابتدایی رو با هم دیگه مرور بکنیم تو ویدیو قبلی من گفتم راجع به ونتیج با همدیگه صحبت کردیم میخوام خیلی شست رفته دیگه آموزششو رو با هم پیش بریم بچه ها وقتی شما ونتیج رو نصب میکنید اولا که باید تیدی مکستون بسته باشه زمانی که دارید ونتیج رو نصب میکنید و اگه نسخه های قبلیش هم دارین همونطور که تو آموزش های سایت هست بعد نسخه های قبلیش رو پاک بکنید بچه یک نرم افزاره یعنی مثل ویره یک پلاگین نیست خب یه یعنی نرم افزاری که به طور مستقل روی سیستم شما نصب میشه حالا وقتی نصبش میکنی به خاطر هماهنگی های بیشتری که با نرم افزار 3D Max داره این بالا برای شما پلاگینش نمایش داده میشه یعنی چی زوری من فایل رو ببندم به وقتی روی سیستم نصب میشه آیکونش برای شما نمایش داده میشه میتونی خود نرم افزارشو باز بکنی به تنهایی بعد اینکه نصب کردی اگه 3D حالا بسته بود که باید بسته باشه اینجا آیکون های ونتج برای شما اضافه میشه بچه‌ها مثل آیکون های ویری که قبلا برامون اضافه شده خب این نکته ابتدایی ای. برای استفاده از ونتج باید چیکار بکنیم بچه ها یه نکته هم قبلش راجع کرک بهتون میگم طبعا با آموزش کرکش رو نصب کردنش رو نمیتونیم بذاریم چون خب غیر قانونیه ممکنه برای چنل آسیب زننده باشه ولی حالا شما چه از سایت های ایرانی دانلود کردید چه نه همین مراحل رو براش انجام بدید کرک کردن ساده است آیکون ونتج براتون اضافه میشه خب ببینید وانتج اینجا چند تا گزینه داره چهار تا گزینه داره اینجا برای شما خب گزینه اول رو وقتی بزنید به صورت لایو لینک پروژه شما توی ونتج بهتون نمایش داده میشه اجازه بدید من این پروژه قبلی که ساختم رو ببندم یا این نرم رو ونتج رو ببندم اینجا روی ونتج کلیک کنم چند تا ارور ممکنه بهتون بده بچه یکی اینکه بعد ویرهتون البته خودش ای اتومات این کارو براتون انجام میده هم. شما برای رندر قبلا باید ویرای جی پی رو انتخاب کرده باشین به صورت پیش وقتی شما ویرای رو نصب میکنید و با ویرای رندر میگیرین اینجا ویرای 5 براتون نمایش داده میشه و یعنی با سی پی داره براتون رندر میگیره اما اینجا ما باید بزنیم روی ویرای جی پی یو خب روی ویرای جی پی یو نباشه اتومات وقتی این کلیک رو بکنین خودش ازتون سوال میپرسه میگه میخوام برم روی ویرای جی پی یا نه که بعد بعد یه سو بزنید نرم برای شما باز میشه بچا به صورت لایو لینک و شما میتونید پروژه رو توی ونتج ببینید چند ثانیه بعد وایسینگ که تکسچر و متریال لود بشه میبینید بچه ها این الان پروژه منه که داره به هم نمایش میده به صورت لایو لینک اینجا بچه ها یه گزینه هست خب که میتونید پین بکنید که ونتیجتون همیشه اون بالا نمایش داده بشه یعنی چی ببینید الان وقتی اون گزینه الان خاموشه من کادرم کوچیک میکنم به محض اینکه روی محیط تی دی بزنم ببینید پنجره ونتیج من بسته میشه ممکنه من بخوام مثلا دارم الان روی متریالم کار میکنم بذم من وارد مثلا محیط داخلیم بشم ببینید مثلا من الان دارم روی متریال اینجا کار میکنم خب نمیخوام اینجا هی بره خب یعنی پنجره منتیج هم میخوام باز بمونه که به صورت لایو بتونم ببینم اینجا وقتی این گزینه رو من بزنم این پین میشه یعنی ناکن دیگه وقتی روی 3D مثلا جای کلیک کنم ناکن پنجره منتیج بسته نمیشه فرض کنیم الان مثلا من میخوام بیام وارد محیط کاریم بشم وارد فضای داخلی و شورتکاتاش هم بهتون میگم و بچه من چجوری دارم توی بچه ها محیط نو... ونتج نویگیت میکنم برای زوم کردن کنترل آلت میگیرید و اسکرول رو نگه میدارید یعنی فشار میدید جلو عقب میکنید مثل تیدی مکس یعنی نحوه اوربیت کردن چرخیدن همه چیز مشابه با تیدی مکسی که قبلا آموزشاش رو ساختیم خب برای اینکه بخواید روت اور به اصطلاح و هم بزنید دور سوجتون یعنی اوربیت بکنید آلتو نگه میدارید اسکرول رو فشار میدید تو و بعد از همون نقطه‌ای که دلتون میخواد اینجوری دور سوژتون میچرخید خب سرتون رو به اصطلاح چه جوری تکون میدی توی نرم افزار یا به اصطلاح واکتور با راست کلیک یعنی من راست کلیک کنم یه میذارم راست کلیک رو هر جایی بچرخونم بعد اینکه راست کلیک کنم یادم می‌تونم میتونم به اصطلاح سر دوربین رو به صورت سوژه های مختلف به سمت یعنی سوژه مختلف بچرخونم خب من الان دوباره من اینو تنظیمش می‌کنم. فرض من میخوام روی متریالم کار بکنم مثلا متریال ابجکتی که دارم اما نمی‌خوام، هی اینجا به مشکل بر بخورم این نمیخوام این اه... نه... آبجکت رو وقتی عوض میکنم به صورت لایو ببینم که قرار توی رندر من چطوری باشه خب اجازه بدیم مثلا فرض کنید من این متریال دیگه دارم مثلا میخوام از همون متریال دیوارم بدم به این آبجکت خب کاری که بعد انجام بدم چیه اینه که اینجا به صورت لایو میخوام ببینم اثرش چیه مثلا این متریال میاد بهش یا نه من برای این یعنی پین کردم منظورم اینه میگم پین کردن باشه در میخوره برای اینکه مثلا وقتی من میام این متریال رو نسندم به این آبجکتم بتونم به صورت لایو تاثیرش رو توی ونتیجم ببینم اصلا تو سلکشن هم میزنیم و به ما نمایش میدیم خب میبینید بچه ها حالا من اینجا میچرخم میتونم دوباره آب اه... متریال قبلی که داشت رو حالا بهش نسبت بدم ببینید الان یه متریال دیگه که وارد کردن ها نسبت این به صورت لایف من هی میخوام متریال مختلف رو مثلا امتحان بکنم ببینم کدوم متریال اگه به این آبجکتم هم نسبت بدم متریال بهتر و قشنگتری از آب در میاد حالا کنترل زد میزنم میبینید هی به صورت لایف به من اینجا نمایش داده میشه پس ما برای این پیم میکنیم محیط ونتیجمون خب این نحوه استفاده از ونتیج حالا شما ممکنه بگیم من آقا نمیخوام به صورت لایو لینک از ونتیج استفاده بکنم من الان ونتیج رو بچه بچه‌ها گزینه دیگه رو بهتون میگم اکسپورت current کانسنت این چیکار میکنه این اول این برای شما یه دونه اسپورت وی آر سین میگیره که بتونید توی ونتیج استفاده بکنید به صورت مستقل که الان بهتون میگم یعنی چی این پورتشن فرام وانتج. این آپشن چیکار میکنه مثلا شما ونتیجتون رو بچه‌ها باز کردی توی ونتیجتون هم میتونید عملیات موو و اوربیت رو انجام بدید فایل ونتیج باز شده من مثلا توی محیط ونتیجم اومدم یه آبجکت رو موو کردم الان اجازه بدیم مثلا من فایل ونتیجم رو باز بکنم بعد میخوام اون کاری که توی ونتیج انجام دادم توی محیط 3D Max هم, تکرار بشه یعنی توی محیط 3D Max هم, به وجود بیاد البته این آپشن بعد شو وقتی که شما توی حالت لایو لینک هستیم وجود نداره یعنی وقتی که لایو لینک فایل ونتیجتون رو باز میکنید اون موقع وقتی بیان یه تغییری توی محیط اینجا اصلا نمیتونین آبجکتتون رو موو کنین ببینید وقتی من دبلیو رو میزنم توی محیط ونتیج هم اجازه موو رو نمیده چرا چون میگه اگه میخوای موو رو انجام بدی باید تو همین محیط انجامش بدی من الان توی محیط جلو عقب ببرم ببینید توی محیط ونتیج هم به من لایو نشون میده خب یعنی تو ونتیج هم نمیتونم موو بکنم بعد توی محیط تیری مکسم ببینم این کارو برای چی گذاشته این گزینه رو مثلا من الان بسته است یه بار از فایلم اکسپورت میگیرم توی ونتیج باز باز میکنم بعدا میخوام تغییرات رو برگردونم من خودم خیلی از این آپشن استفاده نمیکنم آپشن بعدی چیه ها؟ شما یه انیمیشنی مثلا ساختی توی 3D Max اینا رو من توضیحات کلی شو الان بهتون میگم تو آموزش‌های بعدی دقیق‌تر می‌گیم سراغش من میخوام آقا این دوربینی که توی محیط 3D Max ساختم زاویه نگاه هم انیمیشن هم. مثلا آقا من یه انیمیشن دادم که آقا این آبجکت مثلا از عقب بیاد جلو میگه که آقا شما اگه میخوای همین ویوی که داری همین جوربینی که کاد و کادر رو که طراحی کردی رو با ونتیج برات رندر بگیرم یعنی اول نماسا رو ونتیج برای من باز میشه بعدم که برام باز شد خودش اتومات شروع میکنه رندر گرفت ما گفتم بچه ها دو تا حالت کلی برای استفاده از ونتیج داریم حالت اول همین لایو بود که خدمتتون عرض کردم حالت بعدی چیه بچه ها حالت بعدی اینه که بچه من میام از صحنه راست کلیک میکنم یعنی یه میام از گزینه وی Scene Exporter اکسپورتر استفاده میکنم یعنی چی ببینید بچا گفتم وقتی میخوایم اونتج استفاده بکنی همه تنظیمات ما برای محیط ویرای آماده شده یعنی من آبجکت هایی که آوردم متریال هایی که آوردم نوری که اینجا گذاشتم همه متریال های من متریال ویرای یعنی عینا ما اون کاری که بعد برای رندر با ویرای انجام بدیم رو انجام میدیم تا مرحله آخر صرفا مرحله آخر به اینکه مثلا من بیام اینجا گزینه رندر با ویرای رو بزنم گزینه رندر با وانتیج رو میزنم یا اینکه از صحنه اکسپورت میبرم کل صحنه رو یه اکسپورت میگیرم توی وانتیج باز میکنم پس چی شد ماتریال مال ویره یا نورها مال ویره همه صحنه آماده شده برای ویره بعدش کار انجام میدیم وقتی صحنه ما آماده شد حتی دوربین هامون هم دوربین ها اگه فیزیکال هم باشن مشکلی نیست برای ما اکسپورت میگیره ولی دوربین های یا دوربین فیزیکال هر چی داشته باشین و توی صحنه آماده میکنید میتونید البته دوربین رو توی خود ونتیج هم تعریف بکنید منتها میگم اگه یه دوربینی توی محیط تیدی مکستون از قبل آماده کردید و فکر می‌کنید ویو خوبیه مثلا آقا من یه همچین ویوی الان دارم فکر می‌کنم ویو خوبه می‌خوام همینجا کنترل سی بزنم یه دونه دوربین داشته باشم اینجا پرسپکتیو می‌ذارم میام قبل ببینید یه دوربینم اینجا الان ساخته شده خب مشکل نیست می‌بینید یه دوربینم که از قبل بوده هر تعداد دوربین هم باشه موردی نداره شما صحنه رو وقتی آماده شد به مرحله آخر رسید میخواستین رندر بگیرید اینجا میان راست کلیک میکنید وی آر سین اکسپورتر رو میزنید ببینید بچه ها یه پنجره برای شما باز میشه که از شما میگه آقا من میخوام الان اکسپورت بگیرم چه چیزایی رو اکسپورت بگیرم متریال ها بیت مپ ها یعنی همون آبجکت های سبادیم و نوز ها تکسچر تیک همش به صورت پیشبر اوکی یعنی همین تیک هایی که اینجا زده شده رو شما نگه دارید لازم عوضش کنید همینا کافیه بعد از شما یه دونه آدرس میخواد که کجا من بیام اینو مثلا کپی بگیرم من مثلا میگم آقا تو مثلا دسکتاپ کپی بگیر خب مثلا فایل آر آر البته من قبلا کپیمو اکسپورت هم رو به اصطلاح گرفتم بعد میگم آقا انیمیشن اکسپورت بگیرم یا نه نا کنیم بعضی وقت میگم شما ممکنه توی تی دی ماکس تو انیمیشن تعریف کرده باشید بچه‌ها بهش میگه آقا اکسپورت انیمیشن کو یعنی از فریم 0 تا فریم 100 که الان مثلا تو این تایملاین من هست هر صحنه رو اکسپورت بگیر نکتهش هم تو چیه بچه‌ها وقتی شما اکسپورت انیمیشن رو میزنید یه بار صحنه یک رو اکسپورت میگیره یه بار در از فریم یک یه بار فریم دو رو رندر میگیره یه بار فریم 3 رو میگیره دونه دونه همه این صحنه ها رو میاد برای شما در اکسپورت میگیره من رندر رو اشتباه گفتم اکسپورت میگیره برای شما و البته توی یه فایل بهتون میده ولی علاوه بر این که صحنتون متریال ها و آبجکت های سبودیتون اکسپورت میشن تغییر حالت هایی که توی آبجکت ها باشه مثلا یه آبجکتی موف شده باشه برای شما اکسپورت میگیره توی این صحنه من الان چیزی رو ندارم که موف شده باشه انیمیشن شده باشه برای همینه که تیک انیمیشن رو نمیزنه حالا ممکنه تو یه سری دیگه ما انیمیشن رو بزنیم یه اسمی براش انتخاب میکنیم و فایل جایی که باید بشه بعد اینکه فایل سیو شد گزینه اکسپورت رو میزنیم بعد شما ببینید خیلی وقتا اینجا یه سری ارور میده این ارورها چیه بعضی از متریال ها و مپ هایی که شما توی ویری داری توسط ونتیج ساپورت نمیشه قبلا یادتون باشه توی آموزش های ویری ما سری مپ ها و متریال ها رو یاد داریم بچه ها که اینا پیشیده بودن مثلا فرض میکنیم مپ تیری پنله خب این متریال هایی که خیلی خاصن یعنی مخصوص ویره یعنی، یک سریاش توسط ونتیج ساپورت نمیشه البته با آپدیت هایی که دارن توی نسخه های مختلف میدن این ساپورت ها هی بالاتر میره مثلا مپ دیسپلیسمنت و ونتیج ساپورت نمیکنه برای همینه که شما نمیتونید توی ونتیج از مپ دیسپلیسمنت استفاده بکنید میگم توی نسخه های بعدی ممکنه بهتر بشه و اضافهش اش بکنه خب این اما اکثر مپ ها و که ما بهشون نیاز مبرم داریم یعنی بیس اصلی متریال ها رو میشناسه برای همینه که بهتون میگم یعنی خیلی نگران نباشید اگه متریال و مپ خیلی خاصی رو استفاده نکردید مثلا اون مپ یو وی دبیر رندومایزر بود که برای ما تو قسمت قبل یاد گرفتیم می اومد برای ما از تکرار جلوگیری گیری می کرد رندوم می به استرام متریال و مپ ها رو اون رو ساپورت میکنه و این خیلی خوبه نه توی ونتیج برای ما ساپورت میکنه و ما هم میتونیم ازش استفاده بکنیم ولی خیلی از مپ که اینجا ایرور میده برای شما که اکسپورت نگرفته یا پشتیبانی نمیکنه واجبی نیستن یعنی اونقدر استفاده روتین ما نیستن از مپ ها نگران نباشید این اکسپورت میکنه اون مپ هایی که مشکل داره رو اینجا به شما ارور میده البته بعضی اوقات ارورش برای اینه که شما مپتون کلا شناخته نشده که مثلا مپ دیوارتون یا مپ آبجکتتون شناسایی نشده که اونجوری باید بیاین از لینک استفاده بکنین که توی محیط تو آموزش های ویره من خدمتون گفتم که اگه مثلا یه آبجکتی میاریم این آبجکت متریالش لود نشده برای ما یعنی توی محیط ویلای نمایش داده نمیشه وقتی بیام اکسپورت هم بگیریم اینجا به ما این اروره رو میده میگه آقا شما یه بیت مپی داشتین بیت مپو من رو مثلا پیدا نمیکنم خب اون بحثش جدا ولی اکثرا ارورهایی که ما اینجا داریم برای مپ ها و متریال هایی که به صورت پیش توی ونتیج ساپورت نمیشن خب پس خواستم بگم که نگران نباشید بعد اینکه اکسپورت گرفتی با وجود ارورایی که داد برید یه فایل ونتیجتونو رو باز بکنید و بعد ببینید حالا مشکل از چی آیا مپ یا متریال واجبی هست که باز نشده باشه یا نه خب این روش شما چیه بعد شما من الان اکسپورت گرفتم اما خب یه اکسپورتی که قبلا گرفتم اون رو باز میکنم ببینید یه فایل اینجا هست بیارسین اینجا به شما نمایش داده میشه من میام توی پراجکت یه فایل ونتیجی هست که من از قبل برای خودم آماده کردم بچه به صورت پیش چیکار چی کار میکنیم؟ من میایم فایل نرم افزار ونتیج رو برای خودمون باز میکنیم اصلا دیگه از اینجا به بعد با 3D Max کاری نداریم دیگه اکسپورتمون رو گرفتیم نرم افزار ونتیج برای ما باز میشه بچه ها میگه آقا یه فایل جدید میخوای باز کنی نیو فایل وقتی بزنید بچه یه پروژه خالی به شما نمایش داده میشه میبینی؟ یعنی یه آسمونه به صورت بیشتر یه فیزیکال اسکایی توشه حالا شما اون فایلی که اکسپورت گرفته بودی اسمش چی بود وی آر سین بود اینجا میای توی فایل اوپن سین میکنی خب من اون فایلی که از قبل آماده کردم حالا میتونین همون که الان تو دسکتاپ گرفتیم باشه یا حالا من یه فایلی که قبلا خودم استفاده کردم میام الان یک کف که قبلا ازش اکسپورت گرفتم رو باز میکنم ببینید بچا الان فایل من باز شده تنظیمات هست نورها هست حالا ممکنه نور مثلا وی آر شما که برای محیط اون لود نشده باشه که اینجا توی انوایرمنت عوضش میکنیم اینو میذاریم روی فیزیکال اسکای اینتنسیتی رو میبریم بالا خب میبینید محیط باز شده درخت من لود شده تکسچرس، دیوار سقف و همه آبجکت هایی که داشتم اینجا توی محیط برای من نمایش داده میشه وقتی بچا شما یه صحنه جدید میارید وارد ونتیج میکنید این فایل ها وجود نداره من چون قبلا چند تا شات گرفتم یعنی ویو ها مشخص کردم این بغل داره به من نمایش داده میشه شما وقتی باز میکنید اتومات عناصر ونتیج و این ویو ها هیچ کدوم نیست یعنی دوربین ها شما بعد خودتون شروع بکنید و دوربین ها و نماها رو تعریف کردن این محیط شما بچا هم توش میتونید بگردید از کجا باید شما شروع بکنیم توضیحات اونا الان میخوام دیگه راجع به ونتیج براتون تعریف بکنم پس چی شد فایل رو ساختیم یعنی ونتیج رو باز کردیم اوپن سین رو زدیم فایل وی آر سین که قبلا اینجا نگاه کنید بچا نوشته شده وی آر سین اون فرمت وی آر سین اون اوپن کردیم میبینید قشنگ تکسچر اومدن آسمون صاف متریال ها همه نمایش شده میشه از اینجا به بعد کار ما توی ونتیج بچا خب از کجا شروع می‌کنیم احتمالاً شما بچا باید یه سری ویو براتون مهم باشه که بخواید از اون ویو ها رندر بگیرید خب اگه دوربینی رو از قبل توی محیط تیدی مکستون تعریف کرده باشید اون دوربینی بود بعد شما اکسپورت گرفتیم جاش مشخص بود همین دوربین بود ناکو اینجا نوشته اورجینال کامرا اورجینال کامرایی که اینجا نوشته یعنی همون کامرایی که تو تیدی تو تی داشتی رو من الان برات آوردم خب یه سری ویوهای دیگه هم هست دوربین های دیگه که استفاده کردیم خب ببینید من میتونم توی محیط گفتم عین محیط تریدی مکس بشخم. کنترل آلتو میگیرم اسکرول نگه میدارم جلو عقب میرم اگه آلتو نگه دارم با اسکرول میتونم اوربیت بکنم اگه یه آبجکت رو نگه دارم میتونم دورش اینجوری بچرخم یعنی سلکت کنم بعد اوربیت بزنم دور آبجکت میچرخ میبینید بچه ها ما آپشنی که آپشن دیگه که داریم توی ونتیج اینه که میتونیم آبجکت هم رو موو بکنیم روتیت کنیم و اسکیل کنیم ولی یه محدودیتی هست بچه ها. ما توی ونتیج کپی نمیتونیم بگیریم ها. این خیلی نکته خیلی ها این تو ذهنتون باشه یعنی چی یعنی من آبجکت هامو مثلا من الان از این خوشم نمیاد مثل و... وند... 3D Max من آلتو بگیرم اینو نگه دارم برای من کپی بگیره ما محدودیت داریم توی ونتج ما میتونیم آبجکت رو موو بکنیم میتونیم تو ونتج اسکیل بکنیم روتیت بکنیم ولی نمیتونیم چیزی رو کپی بگیریم این نکته خیلی مهمه ما توی ونتش بعضی نمیتونیم متریال بسازیم اینا همه کارهاییه که بعد توی 3D Max از قبل میکردیم همون که بهتون گفتم گفتم صحنه رو برای ویری آماده میکنیم لحظه آخر وقتی میخوایم رندر بگیریم میریم میبریم تو ونتج این یعنی چی یعنی آبجکت های باید جاشون مشخص باشه حتی اسکیل و ایناشون هم در اصل باید توی تریدی مکس اون همون موقع ما اصلاح بکنیم درست بکنیم اما دارم بهتون میگم اگه مثلا یه آبجکتی جابجا شده بود یا تصمیم گرفتی بعدا جابجاش بکنی برای موو کردن مشکلی نیست Move, روتیت و اسکیل توی ونتیج وجود داره و شما توی همون ونتیج میتونید یک سری از اصلاحات کوچیک رو انجام بدید مثلا شما میتونید متریال ها رو عوض بکنید اما از متریال هایی که کلا توی پروژهتون وجود داشته باشه هیچ بخشی ونتیج نداره مثل ویره بعد شما شروع کنید متریال ساختن ونتیج نرم افزار بسیار ساده ای همین چند تا آیکونی که اینجا میبینید بچه ها شما محیط رو میتونید عوض بکنید مثلا تصمیم بگیرید که از نور آفتاب استفاده کنید نور امبیئنت میتونید متریال ها رو ببینید ولی متریال ها رو میگم مثلا نمیتونید اینجا اصلاحش بکنی مثلا بهش بگی بامپشو برای من زیاد کن بامپشو کم کن تنها آپشنی که بهت میده اینه که مثلا متریال دیوارت که اگه آجری بوده اون متریال دیوارت که وجود داره رو الان بیای نسبت بدی مثلا به یه آبجکت دیگه یعنی یه متریالی توی پروژه هست فقط این متریال رو میخوای عوض بکنی مثلا به یه آبجکت دیگر از همون متریال هایی که وجود داره یه متریال دیگر رو بدی این هم نکته مهمیه پس هم نمیتونیم توش بسازیم آیا مثل لومیون ونتج آبجکت داره که ما اضافه کنیم نه میگم وانتج نرم افزاره خیلی هم ساده از حتمش هم کلا 300 میگه خودش هم به خودی خودش هیچ آبجکتی توش نیست همه آبجکت ها رو ما بعد از قبل مخصوص ویره توی ونتج... توی فایل 3D مکسمون وارد کرده باشیم قبل اینکه اون ویارسین سین اکسپورتر رو بزنیم و اون فقط برای ما اکسپورت میگیره و ما محیطمون کارمون توی ونتج از این مرحله شروع میشه البته یه کتابخونه هست که کتابخونه خود شرکت کیاس بهش میگن کازمس از اون میتونید استفاده کنید برای متریال آبجی که چون تو ایران یه مقدار دستشی سخته من خودم عادت ندارم از اون استفاده کنم میبینید بچا اینجا تو لیست متریال ها همه متریال که من تو این پروژه استفاده کردم هست متریال برک ها متریال دیوار خب میتونم متریالی که مثلا به اون دیوار دادم و اینجوری بیام بندازم رو این خب اجازه بدید من اینجا رندر رو فعال کنم این این کارو بکنم ولی نمیتونم کلا متریال جدید الان توی ونتیج بسازم ببین من دبل کلیک میکنم به من هیچ تنظیماتی نمیده من اسمشو فقط مثلا شاید بتونم عوض بکنم خب کار دیگه ای رو نمیتونم انجام بدم توی ونتیج این خلاصش بود که بهتون گفتم بگی متوجه بشین ونتیج اصلا کلا چه آپشن و چه قابلیت هایی داره فقط مخصوص رندر گرفتن، یعنی ما همه کارامون رو کردیم آماده آماده است، نورمون رو گذاشتیم صحنه رو چیدیم متریال ها آماده آبجکت ها آماده فقط لحظه آخر میریم توی ونتج. خب اینو خواستم تو ذهنتون داشته باشید آپشناش چیه بیایم با هم دیگه پنجره ها رو دونه به دونه با هم دیگه مرور کنیم بچه خب تو این جلسه حالا هر چقدر رسیدیم توی جلسه تو جلسه تا بعدم ادامه میدیم پنجره اول بالا سمت چپ نا پنجره کمراست اینجا باید شما رنده رو توقفش رو میزنم چون ببینید به صورت ونتج, ونتج، به صورت اتومات مرتب در حال رندر گرفتن خب همینجوری که شما دارید تو محیط حرکت میکنید هی داره رندر میگیره و سیستم فشار میاد اون موقعی که مثلا من دارم بهتون توضیح میدم نه کن اینجا روی این گزینه میزنم رنده رو پاز میکنم حالا بقیه آپشن این پنجره هم بهتون میگم ولی مثلا وقتی کاری ندارید مثلا میخوای پای سیستم پوشی بری یهو ونتج تو ول نکن اگه مثلا در حال رندر گرفتن نهاییت نیست اینجا این استوپ رو بزن که سیستم تحت فشار نباشه این پنجره چیا داره بچه ها؟ به شما رزولوشن میده من الان حتی باید دوباره رندر رو بزنم این رزولوشنی که اینجا هست رزولوشن موقع کار کردن تو یعنی رزولوشن اینجا من توی محیط کاریم هم. توی محیط کاری مثلا رزولوشنم هم میخوام روی 720 باشه میخوام روی این پیریست های ونتج و خب میبین الان یه نمای افقی دارم که این روی 720 ه میتونم بذارم روی 540 خب طبعا وقتی که دارید توی محیط ونتیج کار میکنی، برای اینکه فشار کمتری به سیستم یاد اینو روی پیکسل های پایین بذارید این پایین هم به شما نمایش میده بچه که سیستمتون الان داره چه فریم ریتی میده هر چقدر سیستمتون قوی تر باشه فریم ریتتون اینجا بالاتره یعنی توی محیط کاری وقتی دارید میچرخید چند فریم بر ثانیه داره به شما نمایش داده میشه مثل گیم و بازی میمونه و همینطور چقدر از ویرم شما پره من شما مثلا سیستم هم RTX 38 داده کل ویرم من 10 گیگه که الان کلا 1.5 گیگش پره پروژه من پروژه سواکیه خب اگه دیدید اینجا داره به سیستم فشار میاد اینجا بعد این تقریبا برای محیط پریویو شما پریویوتون رو روی یک پیکسل پایینتری بذارید این برندر نهاییتون رب نداره موقعی که خواستی برندر آخر رو بگیریم یعنی شات نهاییمون رو بزنیم رزولوشن رو بالاتر میبریم صرفا برای محیط کاریمون این پریست استفاده میشه خب اگه سیستماتون دیگه خیلی خفنه اصلا تونی پریویو 8K بگیرید ولی الان من بزنم خود سیستم هنگ میکنه خب پس این پنجره اول که برای ما تعیین میشه نوع دوم کامرا تایپ کلا یه حالت ارتوگرافیکه که توی تیدی مکس هم بحثو داریم دیگه خب یه همچین شکلیه یه دونه چیزی که داریم پرسپکتیو که حالا به صورت پیشواز چیزی که ما به صورت رایج استفاده میکنیم کامرا تایپمون پرسپکتیو داره خب گزینه بعدی فیلد اف ویو اینجا کلا تنظیمات چیه بچه‌ها تنظیمات مینه. اگه شما یه دوربین رو توی تریدی مکس ساخته باشی بعد وارد بکنی این تنظیمات به صورت اتومات توش انجام شده دیگه یعنی مثلا آقا دوربین اول من که توی تریدی مکس نا به محض اینکه میرم روش هم نسبتش رو برای من عوض میکنه اتومات هم مثلا فیلد آف ویو میشه 20 درجه چرا چون توی تریدی مکس هم, هم این دوربینه که الان اینجا اکسپورت شده و ایمپورت شده اون دوربینه فیلد آف ویوش 20 درجه بوده خب اما من الان برای نماهای دیگه‌مه که دارم توی ونتج تلاش میکنم میخوام مثلا یه سری ویو دیگه که اسم کنم باحاله رو به وجود بیارم مثلا یه نمایی میخوام این شکلی باشه خب اینو میرم میذارم روی 540 مثلا افقی بعد فیلد ها ویوم هم مثلا اینجا میام باز میکنم همون تنظیمات دوربینی که تو ویره داشتیم همون تنظیمات دوربین رو اینجا هم داریم من الان فیلد ها میتونم بسته‌تر کنم یا ببندم میتونم هم به صورت درجه فیلد ویو رو تعیین کنم همینجا توی آپشناش داره میتونم به جای اینکه فیلد آف ویو رو بگم فوکال لنس رو بگم اینجوری نمام و واید تر یا به اصطلاح پورتریت یا تله تر بکنم خب من اینو میذارم رو می روی همون فیلد آف ویو بمونه این از این فیلم گیت فیلم گیت رو چون شما هیچ وقت تغییر نمیدم میذارم روی همون 36 میلیمتر بمونه زوم فاکتور اینم زوم دیگه چیز ساده ایه توی آپشن دارین بعد من از این زومم هم الان استفاده نمیکنم خب پس چی شد اینا تنظیماتی که برای دوربین داریم همون تنظیماتی که توی تی دی مکس و ویری هم داریم مهمترین آپشنش چیه بعد شما مهمترین آپشنی که ما دوربین استفاده میکنیم همین فیل اف ویو که رایج ترین استفاده و تغییری که ما توی دوربین میدیم حالت واکسین بعدی اون چیه بچا اکسپوزر مود ببین اکسپوزر مود چند تا حالت داره برای اینکه مقدار روشنایی تصویر ما تعیین بشه توی حالت ولیو وقتی بذاریم میتونیم با یه عددی اکسپوژر صحنمون رو بالا و پایین ببریم خب یه حالت دیگه داره رو حالت فیزیکال حالت فیزیکال مثل دوربین واقعی میمونه ازت میخواد ایزو رو تعیین بکنی که ایزو وقتی پایین تر میاد حساسیت به نور کم میشه اما ما میدونیم وقتی رو حالت ایزو بذاریم بعدا توی رندرمون چون شبیه سازیش این دوربین واقعی میشه ایزو رو وقتی بالا پایین ببریم باید مثلا شاتر هم تنظیم بکنیم تنظیمات کلا پیچیده تر میشن شما اینم هم همیشه بذاری رو حالت نان بمونه رو حالت نان وقتی بمونه میتونی از اینجا بیای اکسپوژرتو تو سا راحت تو محیط تنظیمات کم و زیاد بکنی خب اما این کجا به دردت میخوره مثلا میخوای توی دوربین یه حرکتی بدی تو ابتدای حرکت اکسپوزر صحنت کم باشه مثلا وقتی میای سمت راست اکسپوزرت بره بالا یا بیاد پایین فرقی نداره هرطوری که حالا فهم کنیم جذاب ترش میکنه خب این حالت ولیو برای اونجا یعنی میتونید مدارش رو کم و زیاد بکنید که مثلا علاوه بر اینکه دوربین حرکت میکنه اکسپوژرتون هم انگار انیمیت بشه مقدار روشنایی تصویر تو الان تو توضیحات من اینو میذارم روی حالت نان وقتی روی این حالت نانه شما اکسپوژرتون رو میتونید از اینجا راحت کم و زیاد بکنید خب اینو شما تو ذهنتون باشه اکسپوژر بایاز. خب آپشن بعدی موشن بلره که اگه یه آبجکتی مثلا در حال موو شدن باشه حرکت باشه موشن بلر تیکشو بزنی موقع رندر اون آبجکت وقتی داره حرکت میکنه یه حالت فیدی میگیره باز توضیح درباره موشن بلر رو من توی ویری دادم اینجا فقط تیک میزنیم که موشن بلر داشته باشه اون رندر ما که داره گرفته میشه یا نه دپس آف فیلد، باز یکی از رایج ترین امکاناتی که ما توی دوربین داریم سافیل چی چیکار میکنه بچا دپسافیل هم از قدیم احتمالا میشناسید یه فول و فوکوس ایجاد میکنه ببین من الان دپسافیل رو انتخاب میکنم میام فوکوس دینسنس هم و مثلا میارم عقب اپرچر هم, هم, تیک میزنم اپرچر هم زیاد میکنم زیر من یه نمای بسته تر انتخاب بکنم خب مثلا یه همچین چیزی خب میبین الان فید شده چرا این فید شدن بچه رخ داده با سنتر بایاس و آنیستروپی که خیلی هم تلفظی سخته رو الان باش کار نداریم توضیحاتی که بعدا بهتون میدم مهمترین چیز اینه که دپسا آف... وقتی دپسافیل خاموشه کل صحنه فوکوسه ولی میدونیم توی دوربین‌های واقعی دپسافیل وجود داره یعنی فوکوس رو یه نقطه است من نها به محض که تیک دپسا رو میزنم اینجا فید میشه و این نقطه دیگه فوکوس میشه بعد میتونم با فوکوس دینسا این دپسافیل مقدار اپرچ ساز کنم مقدار فید شده یعنی هر چی عددش رو بالاتر میبرم صحنه ماتر میشه یعنی شدت استفاده از افکت دپسافیل هم افزایش پیدا میکنه با فوکوس دینسا ناخود میتونم تعیین بکنم که فوکوس کجا باشه ناخود الان فوکوس روی اون تابلو هاست میبینید برابری این آبجکت من که اینجا این کلمه تایم من فید فوکوس دینسا رو میارم عقب ناخود کنید میرسه به جایی که اینا هاش تایملس uh, روم واضحه دیگه بگیراندش فیده ولی میدینی شدت این افکت الان زیاده شدتش رو با چی تنظیم کنم با این اپرچر سایز برای همین این اپرچر رو میارم پایین تر نها کن یه مقدار طبیعی تر بشه دیگه این مقدار از فلو فوکوس رو ما تو لنزهای واقعی نداریم خب این هم اپرچر این دوتا پارامتر رو بیشتر استفاده میکنیم پارامترهای بعدی رو من بعدا بهتون میگم با این بلیدز فقط میتونید تعیین بکنید که مثلا اون آبجکت ها و نورهایی که تو حالت فلو قرار دارن چه شکلی به نظر بیان باز این جزء آپشن های حرفه تره که بعدا بهش میپردازیم الان میخوام یه تصویر کلی از رایج‌ترین ترین که ونتج داره رو بهتون بگم خب اینم از فلو فکوس. حالا شما ممکنه بگید آقا من دقیقاً که نمیدونم فوکوس روی این توی چند سانتی دوربینه این فوکوس دیستنس که اینجا می‌بینیم بعد شما بر اساس فاصله از دوربینه یعنی میگه آقا الان دو... از تو فاصله 36 سانتی متری از دوربین جایی که من وایسادم فوکوس شده ولی مثلا ما الان دقیق نمیتونم بفهمم اینجا فوکوس شده یا مثلا 10 سانتی پشترش خب برای اینکه این کار دقیق تر بشه شما میتونید به اینکه اینجا فوکوس دیستنس رو بزنید یا آپشن اینجا هست بچا توی دوربین نگاه کنید اکسپوژری که بهتون گفتم با شدت نور و روشنایی تاثیر اون کم زیاد میشه آپشن دوم نگاه خودش نوشته پیک فوکوس پوینت اینو وقتی بزنی رو این نقطه کلیک کنی دیگه دقیقا میدونی فوکوس همین جای نگاه کن اتومات هم برات فوکوس دیستانس رو تنظیم میکنه خب اگه این دکمه فوکوس اینجا روشن باشه اون پشت و بزنی نگاه کن رو این تابلوه و اینجا فید شد به جای اینکه دیگه اندازه بدی این گزینه رو روشن میکنی بعد کلیک میکنی حواستون باشه بچا شما الان تو محیط کاریتون که هستین اون گزینه هنوز آبی رنگ دورش هر بار شما فوکوس بکنید اون فوکوس جابجا جا میشه بعد اینکه فوکوستون رو تنظیم کردید یعنی اون مکانی که مد نظرتون بود فوکوسش درست انتخاب شد مثلا اینجا این گزینه فوکوس رو خاموش بکنید حالا مثلا همه تنظیماتتون درسته چجوری دوربین بسازیم این کادر ما الان دوست دارم اینجا نه بچه بعد گزینه هست که باش میتونید یه دوربین جدید بسازید به اصطلاح کرییت کنید ببینید یه دوربین جدید اضافه شد دوربین 17 من سری دوربینا رو از قبل چیدم شما به اونا کار نداشته باشید دوربین 17 اضافه شده نه کنین اینجا روشم کلیک کنید. میتونید اسمش عوض کنید. من مثلا دوربین مثلا 1111 خب یه همچین اسمی هم میتونید براش انتخاب کنید بعدا نگاه هر بار ویدیوتون عوض شده که نسبت تصویرم عوض میشه رو این وقتی کلیک کنید دور میاد میاد همونجا همه آپشنهای قبلی هم داره یعنی اپرچر سایزش تنظیم شده فوکوس دیستنسش تنظیم شده و غیره حالا شما اگه فوکوسو عوض کردید مثلا آقا من برگشتم به این نمایه الان پشیمون شدم دیگه آقا میخوام اپرچر سایزمو افزایش بدم فوکوس هم, هم به جای اینکه رو اون تابلو باشه میخوام رو این بذارم بعد اینکه این, این تنظیماتو رو انجام دادی یه بار دیگه بعد شو بر رو این تصویر این گزینه آپدیت رو بزنی اگه گزینه آپدیت تو نزنی بعد دوباره بیای جابجاشی اون فوکوس دیستانس جابجا میشه دوباره بیای روی این تصویر رو برگردی همون تنظیمات قبلی هستا اینو بعد حواستون رو جمع کنید یعنی تو این ویو هر تغییری که دادید فوکوس رو عوض کردید اکسپوژر بالا پایین رفت اپرچر رو عوض کردی فیلد آف ویو رو کم و زیاد کردی یه بار بعد توی اون کامرا این گزینه آپدیت رو بزنی اگرم کلا ویوش رو دوست نداشتید که همین گزینه دیلیت میتونید استفاده بکنید آپشن ام... های دیگه چیه اتو ورتیکال اتو ورتیکال هم از قدیم میشناسید دیگه تیکشی که بزنید همه خطوط عمودی رو برای شما عمودی میکنه همه خطوطی که در راستای عمود بر زمین هستن به اصطلاح در راستای محور زدن برای شما عمودی میشه تو اینتریور ما اونقدر از گزینه اتوورتیکال استفاده نمی کنیم معمولا تو نماهای اکستریور استفاده می کنیم برای همین من خاموشش می کنم هم که آپشنیه که مثل لومیون اینجا هست شما میتونید بگید که آقا یه جایی به جلوتر نگاه کن آبجکت ها رو برای من پاک کن ببین با کامرا کلیپینگ مثلا میگم آقا این آبجکت هایی که جلو صحنه من هست این ها رو برای من ببر. این هم آپشن خوبیه بعضی جا ممکنه به در بخوره من الان تیکشو برمیدارم که خاموش بشه این تنظیمات دوربین تنظیمات بعدی رو توی ویدیو بعدی بهتون میگم و خدمتتون عرض میکنم مرسی که این ویدیو رو ناکی بچه امیدوارم مطالبی که ارز کردم جذاب و مفید بوده باشه اگه اینطوری بود لطف این ویدیو رو لایک کنید چنل رو سابسکرایب بکنید و اگه خیلی با من حال کردید از طریق لینک هامی باشم از ما حمایت کنید مخلص شما وقتتون به فعلا